سلام دوستان به کانال دوشمیت سمی خیلی خوش اومدین امروز قراره با همدیگه درس شماره دو از سطح آ دو یک رو یاد بگیریم پس با من همراه باشید لکسیون 2. وصل امروز قراره با همدیگه چه چیزهایی رو یاد بگیریم اول از همه وکسل پرپوزیشنن حروف اضافه ای که هم میتونن با اکوزاتیو هم میتونن با داتیف بیان و بعد از اون میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که چه جوری میشه راجع به اساس کشی کردن و چیدمان خونه صحبت کنیم چیدن وسایل تو خونه umziehen und die Wohnung einrichten umziehen یعنی اسباب کشی کردن دی وونونگ یعنی چیدمان خونه چیدن وسایل در خونه شروع میکنیم با وکسل پرپوزیسیون اول براتون همه وکسل پرپوزیسیون هایی که وجود دارن رو نام میبرم ان ان یعنی لبه به لبه چسبیده به براتون عکسش رو میذارم که مشخص بشه منظورم چیه یه جاهایی هم به معنی روی هست یه جاهایی هم به معنی به هست مثلا یه چیز رو به دیوار وصل کردن از ان استفاده می کنیم. مثلا اگر لباسمون آویزون باشه به دراور مثلا با ان میگیم آویزون روی دراور مثلا حالا کمی دیرتر براتون مثال ها رو میگم نیبن یعنی بغله نیبن فور یعنی جلوی فور هینتا یعنی پشت هینتا سفیشن یعنی بین سفیشن مابین اوبا یعنی بالای اوبا اونتا یعنی پاینه اونتر این یعنی داخل توی این و آف یعنی روی آف پس اینها هستن وکسل پرپوزیشن هامون باید حفظشون کنید و بدونید که بعد از اینها هم میتونیم اکوزاتیو داشته باشیم هم میتونیم داتیو داشته باشیم بستگی داره به جملمون حالا براتون یک سری افعال دارم افعالی که بعدشون اکوزتیو میاد افعال دیگه ای هم هستن که به این شکلن ولی تو این درس فقط همین ستا رو داریم شتلن یعنی گذاشتن لیگن هم یعنی گذاشتن حالا فرقشون چیه؟ شتلن مثلا لیوان رو میتونیم شتلن کنیم اینجوری به بالا میذاریمش دیگه یا مثلا اگر کتابی رو بخوایم بذاریم داخل کتابخونه شتلنش میکنیم و لیگن یه جوریه که درازا بذاریم یعنی پس شتلن گذاشتن چیزی به, به صورت افقیه و لیگن گذاشتن چیزی به مدل عمودیه هنگن به معنی آویزون کردن بعد از این افعال اگر وکسل پرپوزیشن داشته باشیم بعد از اون وکسل پرپوزیشن نیاز داریم به اکوزاتیو براتون چند تا مثال دارم جمله اول وهین شتلن بیا دی وازه وهین شتلن بیا دی وازه در واقع به کجا میذاریم ما اون گلدون شتلن دی وازه اوف دین تیش وی شتلن دی وازه اوف den Tisch. ما میذاریم یا اینکه قرار میدیم اون گلدون رو روی اون میز. همونطور که میبینید اینجا در این جمله بعد از auf اکوزاتیو اومد. der شد دین تیش هر جا ما سوالمون وحین هست و وکسل پرپوزیشن داریم. و توجه کنید که باید وکسل پرپوزیشن باشه چون که هایی داریم که بعدشون همیشه داتیو میاد و پرپوزیشن هایی داریم که بعدشون همیشه اکوزاتیو میاد یعنی حروف اضافی وجود دارن که بعدشون همیشه یا داتیو میاد یا اینکه اکوزاتیو میاد در اون حالت حتی اگر سوالمون وهین باشه باید همون رو استفاده کنیم همون اکوزاتیو برای حروف اضافه که ساز هستن و داتیف برای حروف اضافه ای که داتیف ساز هستند. اینجا ما داریم فقط راجع به وکسل صحبت میکنیم راجب به حروف اضافه ای که میتونن جفتش رو بسازن که همین چند لحظه پیش اونها رو نام بردم. پس وقتی وکسل پرپوزیشن داریم و سؤالمون هست وهین حتما نیاز داریم به اکوزاتیو. همیشه یه جور دیگه هم میتونم بگم وقتی که ما با جملمون نقل مکان داریم تغییر مکان داریم و وکسل پرپوزیتیون داریم حتما نیاز داریم به اکوزاتیو گلدون رو به کجا میذاریم گلدون جاش تغییر میکنه حالا هر جای دیگه بود بالاخره تو دستمونه و قراره بره روی میز گلدون داره جاش تغییر میکنه بنابراین نیاز داریم به اکوزاتیو و این رو هم بگم اینکه میگیم این جمله نیاز داره به اکوزاتیو یا اینکه برای این وکسل پرپوزیشن در این جمله نیاز داریم به اکوزاتیو منظورمون فقط به اسمی هست یا به زمیری هست یا حالا هر چی که بعد از این وکسل پرپوزیشن بعد از این حرف اضافه میاد اگر ما داخل این جمله مثلا مفعول دیگه می داشتیم یا حالا هر چی به اونها دست نمیزنیم برای اونها بعد باز برگردیم به فعلمون ببینیم فعلمون چی میگه ما داریم اینجا فقط راجع به وکسل پرپوزیشن صحبت میکنیم و اینکه اکوزاتیو باید ساخته بشه فقط برمیگرده به اسمی که بعد از این وکسل پرپوزیشن میاد فکر میکنم خوب باشه اینجا یه یادآوری دیگه هم بکنم من برای تمام حروف اضافه هم اونایی که اکوزاتیو ساز هستن هم که داتیف ساز هستن و همینطور برای وکسل پرپوزیشن ها یک سه تا ویدیو درست کردم که همه رو اونجا نام بردم به علاوه مثال لینکشون رو آخر این ویدیو میذارم میتونید تماشا کنید اگر دوست داشتین و همینطور اکوزاتیو و داتیو رو توی یه ویدیو به طور کلی توضیح دادم اگر دوست داشتین میتونید اون رو هم بعد از این ویدیو تماشا کنید فکر میکنم خوب باشه بریم دنبال بقیه درس جمله بعدیمون "Wohin hängen ویا das Bild? hängen به کجا آویزون میکنیم ما اون عکس رو وحین باسم کلمه سوالیمون وحینه بنابراین بعد از وکسل پرپوزیتیونمون باید باسم اکوزتیو بیاد ویا هنگن دس بیلد ان دی وند وی هنگن دس بیلد دی وند ما آویزون میکنیم اون عکس رو به دیوار اندیوند همونطور که میدونید اکوزاتیو در اکوزاتیو آرتیکل دی تغییر نمیکنه وهین هنگن ویه دس بیلد به کجا آویزون میکنیم اون عکس رو ان به دیوار وهین لگن ویه دی دکه وهین لگن ویه دی دکه. یعنی به کجا میذاریم ما اون پتو رو دکه میتونه دوتا معنی داشته باشه میتونه سخف خونه هم باشه سخف بیرونی نها سخفی که توی خونه است ولی اینجا صحبتمون راجع به پتو هست به پتو هم میگن دیدکه وحین لیگن ویا دیدکه به کجا میذاریم ما اون پتو رو باز هم سوالمون هست وحین باز هم نقل مکان داریم در جملهمون بنابراین باید از اکوزتیو استفاده کنیم وی لیگن Die Decke vor das Kissen. Wir legen die Decke vor das Kissen. Ma misarim und paturo joloye und boles. Vor das. Wohin legen wir die Decke? Vor das Kissen. Akkusativ. Hamutoknimunit dar Akkusativ artikel das ham نمیکنه. باز هم دوباره تاکید میکنم که وقتی که ما دنبال نقل مکان هستیم در جمله یا اینکه دنبال کلمه سوالی وحین هستیم که بخوایم بفهمیم آیا باید از آکوزاتیو استفاده کنیم بعد از حرف اضافه فقط در صورتی این قاعده استفاده میشه که ما وکسل پرپوزیشن داشته باشیم حرف اضافه ای که هم میتونه با اکوزاتیو بیاد هم میتونه با داتیو بیاد اون حروف اضافه ای که بعدشون فقط داتیو میاد یا اینکه اون حروف اضافه ای که بعدشون فقط اکوزاتیو میاد اونا مشخصه اونا مشخصه که بعدشون در هر حالتی فرقی نمیکنه حرکتی باشه نقل مکان باشه سوالمون وهین باشه یا اینکه وو باشه در اون صورت همیشه بعد از اونها بعد از اونایی که نام بردم الان که دوباره نگم بعد از اونا مشخصه اگر اکوزاتیف ساز باشه حتما اکوزاتیف بعدش اگر داتیف ساز باشه حتما داتیف بعدش اینجا فقط داریم راجع به اون حروف اضافه صحبت می که اول این درس گفتم لطفا اونا رو یاد بگیرین حفظشون کنید و با این قاعده ای که داریم الان یاد میگیریم با این قانونی که الان داریم یاد میگیریم میتونید در جمله سازی تشخیص بدین که کی باید از اکوزاتیو و کی باید از داتیو استفاده کنید خب حالا میرسیم به وکسل پرپوزیشنن میت داتیو اینجا بازم براتون سه تا فعل دارم که بعد اونها اگر وکسل پرپوزیشن داشته باشیم بعدش داتیو میاد که البته فعل سومی بعدش میتونه اکوزاتیو هم بیاد همونجوری که توی چند صفحه قبل دیدیم با هم با همدیگه دیگه ها رو یک دور میخونیم شتین شتین یعنی ایستادن همینطور به معنی قرار داشتنم هم هست همونجور که شتلن بود به طور افقی چیزی رو جایی گذاشتن شتین هم به طور افقی جایی قرار داشتنه یا یعنی اینکه جایی ایستادن هم خب بالاخره افقیه دیگه اگه خودمون وایستاده باشیم مسلما افقیه ولی اگر چیزی هم جایی قرار داره به طور افقی مثلا همون شیشه رو گفتیم میذاریم روی میز یا اینکه همون لیوان رو میذاریم روی میز وقتی اون لیوان روی میز هست باید از فعل شتین استفاده کنیم چون به طور افقیه و لیگن به طور عمودیه یا اینکه خودمون میتونیم دراز کشیده باشیم که اون وقت خودمون لیگن میکنیم جایی یا اینکه یک چیزی میتونه به طور عمودی جایی قرار داشته باشه که گفته بودم تو همین چند صفحه قبل لیگن میشه گذاشتن چیزی به طور عمودی و لیگن یعنی قرار داشتن اون چیز در جایی به طور عمودی و فیل هنگن دو تا معنی داره یا اینکه آویزون کردن میتونه معنیش باشه یا اینکه آویزون بودن میتونه معنیش باشه اگر داریم یک چیز رو به جای آویزون میکنیم اون در حالتی بود که الان یاد گرفتیم اکوزاتیوه و اگر چیزی جای آویزون هست در اون صورت از داتیو بعدش استفاده می کنیم بریم با هم چند تا مثال رو ببینیم وکسل پرپوزیشنن میت داتیو جمله اولمون و شتیت دیوازه اون گلدون کجا قرار داره شتینم که گفتم به طور افقی و کجا قرار داره اون گلدون دی واز شتیت آف دیم تیش دی واز شتیت آف دیم تیش اون گلدون قرار داره روی اون میز پس وقتی که کلمه سوالیمون وو هست کجا در اون صورت در جواب نیاز داریم به داتیف وقتی که با جملمون نقل مکان نداریم اون گلدون روی میزه جاش تغییر نمیکنه روی میز قرار داره بنابراین در این صورت وقتی که وکسل پرپوزیتیون داریم بعد اون وکسل پرپوزیتیون باید داتیو بیاد و بازم میگم این قانون مربوط میشه فقط و فقط به وکسل پرپوزیسیون جمله بعدیمون وو هنگت دست بیلد و هنگت دس بلد کجا آویزون اون عکس دس بلد هنگت ان ده وند دس بلد هنگت ان ده وند اون عکس آویزونه به اون دیوار باز هم داطیو داریم همونجور که میبینید دیواند شد در واند توی قسمت اکوزاتیف توی همین چند صفحه قبل داشتیم ویا هنگن دست بیلد ان دی وند عکس دستمون بود آویزونش کردیم به دیوار اینجا عکس روی دیواره و حرکت نمیکنه جاش ثابته نقل مکان نداریم بنابراین اینجا با اینکه فعلمون همون فعل هنگن هست ولی اینجا با این جمله ما نقل مکان نداریم بنابراین نمیگیم ان دی وند بلکه میگیم ان دی وند دی میشه دی به دلیل داتیف جمله بعدیمون و liegt دیدکه و liegt دی دکه کجا قرار داره اون پتو باسم لیگن همونطور که گفته بودم به معنی قرار داشتن عمودیه کجا قرار داره اون پتو؟ باز هم سوالمون کجاست؟ بنابراین در جواب داتیف دیده که لیگت فور دیم کیسن دی دکه لیگت فور دیم کسن اون پتو قرار داره جلوی اون بالش توی چند صفحه قبل در قسمت اکوزاتیف گفتیم وی دی دک فور داس کیسن پتو دستمونه میذاریمش جلوی اون بالش ولی اینجا پتو جلوی بالش هست حرکت نمیکنه نقل مکان نداریم بنابراین اینجا باید از داتیو استفاده کنیم کوتاه اینجا میگم همون جوری که مسلما میدونید توی درس های گذشته یاد گرفتیم توی آی آیک در داتیف آرتیکل دیا میشه دیم آرتیکل دی میشه دیا و آرتیکل دس میشه دیم همونجوری که اینجا هم مشاهده میکنید با هم چند تا مثال دیگر رو میبینیم ایش شتل دی فلش نیبن دی وازه اشل دی فلشه نبن دی وازه. من قرار میدم شیشه رو بغل اون گلدون شتلن هم که گفتیم به طور افوقی ای دی فلشه نبن دی وزه داریم به خاطر فیل شتلن به خاطر اینکه نقل مکان داریم وهین شتل دی وازه سوالمون هست وحین حالا همون جمله بالا با داتیف یعنی همون جمله که نه عوضش کردیم دی فلش شتیت نیبن دی وازه دی فلش شتیت نبن دی وازه اون شیشه قرار داره بغل اون گلدون اینجا فیلمون شتین هست شتین فیلیه که یعنی قرار داشتن شیشه ثابته روی میز جمله بعدی ich stelle das glas hinter die flasche ich stelle das glas hinter die flasche من میذارم اون دیوان رو پشت اون شیشه باز هم نقل مکان لیوان از دستم میره پشت شیشه بنابراین Akkusativ. Hinter die Flasche. Wohin stelle ich das Glas? Hinter die Flasche. Bei dativ. Das Glas steht hinter der Flasche. Das Glas steht hinter der Flasche. Injobos dativ. Bei stehen. Bei inke. لیوان نقل مکان نداره توش لیوان روی میزه پشت اون شیشه جمله بعدیمون ای شل دی تسه ویشن دی فلشه اون دی وزه ای شتل دی تسه تویشن دی فلشه اوند دی وازه من قرار میدم من میزارم اون فنجون رو وسط موابین اون شیشه و اون گلدون بازم از توی دستم میره موابین اون دوتا پس بعد از سویشن در این جمله اکوزاتیو میاد به دلیل اینکه توی جملهمون نقل مکان داریم وهین شتل ایش دیتاسه zwischen die Flasche und die Vase. zwischen Dativ. die tasse steht zwischen der Flasche und der Vase. Die tasse steht zwischen der Flasche und der Vase. Und Fenjun Rarodore und shishe Wa in japa soalemun hast. Wo steht die Tasse? Kojar garardare un fenjun? Zwischen der Flasche und der Vase. Moabe ne un schisse va un goldun. Tu in le pasam nargle makan. Nado shdim joye un fenjun sabet bud. Ich hänge die Lampe über den Tisch. Ich hänge die Lampe über den Tisch. من آویزون می کنم اون لامپ رو بالای اون میز باز نقل مکان داریم تو جمله من سؤالمون هست وهین هنگ هنگه ایه دی لامپه؟ اویبه دین تیش دیه تیش میشه دین تیش اکوزتیف و حالا با همین اویبه و داتیف دی لامپه هنگت اویبه دم تیش دی لامپه هنگت اویبه دم تیش اون لامپ آویزونه بالای اون میز وو هنگت دی لامپ کجا آویزونه اون لامپ بازم کلمه سوالی مون هستش وو اوبر دیم تیش با این جمله هم نقل مکان نداریم لامپ جاش ثابته و آویزونه جمله بعدی ich lege den teppich unter den tisch ich lege den teppich unter den tisch من میذارم اون فرش رو پایین اون میز بازم اون فرش دستم میذارمش پایین اون میز وهین لگه ایختین به کجا میذارم اون فرش رو بازم کلمه سوالی من هست وهین بنابراین اکوزاتیف و حالا همون جمله با داتیف دیه تپیخ لیگت اون تیش دیم تش دیه تپیخ لیگت under dem تش اون فرش قرار داره زیر اون میز. باسم با این جمله نقل مکان نداریم سوالمون هست. وو لیگت در تپیش و در جواب هستش under dem تش داتیف. در میشه دیم جمله بعدیمون. "I stelle die Bücher in das Regal." "I stelle این دست من میذارم اون کتاب ها رو داخل اون کمد باز نقل مکان داریم کتاب ها از دستم میرن داخل کمد بنابراین اکوزاتیو سوال هست و هین به کجا میذارم اون کتاب ها رو بنابراین در جواب این دست و حالا یک جمله با داتیو و با این Die Bücher stehen im Regal. Die Bücher stehen im Regال یعنی اون کتاب ها قرار دارند توی اون کمد. با هم داتی جای کتاب ها تغییر نمیکنه. و stehen die Bücher im Regال. خب این بودن مثال های من برای این حروف اضافه امیدوارم که کافی بوده باشن امیدوارم بهتون کمک کرده باشن. دوستانی که براشون این مثال ها کافی نبودن یا دوستان مثال های دیگه هم ببینن یه ویدیو دیگه آماده کردم مربوط به وکسل پرپوزیشنن که اونجا هم براتون کلی مثال دارم با این حروف اضافه اگر دوست داشتین اون رو هم میتونید تماشا کنید براتون لینکش رو بالای این ویدیو میذارم